سلام، امشب قراره که من میزبان باشم. خب قطعا خیلی هیجان دارم چون خیلی تجربه این میزبانی ها و این دوره همیه رو ندارم. لیست خریدم هم جا گذاشتم، حالا امیدوارم که اون چیزایی که میخوام و یادم مونده باشه و بتونم بردارم و چیزی رو جا نذارم، از قلم نندازم. خب دیشب خانم امیر جلالی خودتون شاهد بودین، گفتن من شب و شام نمیخورم، نون و پنیر و سبزی و یه ذره گردو. این از شام خانم امیر جلالی. البته منم میشه گریه های تو رو میبینم، پدری از تو در رفته تا آخر عمر یادت فهمیدی؟ چقدر بد شد من این لیست خریدم و جا گذاشتم. آهان تخم مرغ هم میخوام حتما، دیگه زیتون میخواستم. از این زیتون های چیز نداریم بچه ها؟ دوستان خیلی دیگه فاصله اجتماعی رو دارن رعایت میکنن فقط به خاطر کرونا. ببخش، از این زیتون های سیاه که حلقه حلقه داریم، پرورده چی؟ پرورده داریم. آخ خیلی داره سنگه میشه، من خواهش میتونم بکنم که اینو ببخشید. خب سلام. سلام. فکر کنم اون وری این بربودی. ببین یه 4-5 تا رون مرغ میخوام، فقط ساقش باشه پاک کرده لطفاً، و اینکه گوشتم میخوام که فکر کنم بعد از اون کیلوی 160 بشو خریدن هم نمادیم هم باید بخرن یا نه؟ نه؟ گوساله چنده؟ 130 راسته؟ راسته گوسفند گوساله؟ نه گوسفند گوسفند با استخون یا استخون؟ با استخون؟ با استخون 120 دادیستم. آه خب بیا اینجا. مرغ خالی چنده؟ مرغ 26 و نیم. ها بوغلمون، ها بوغلمون کیلو چند؟ رون جونش 23. سینش؟ سینش هم گوساله کیلو چند؟ گوساله هم 90 تا. گوشت ارزون شده داره؟ شما بودی یه بار اینجا به هم یه لقمه گوشت کوبیده دادی؟ بله. دوست دارم همیشه سر نهارا برسم چون وضعشون هم خوبه، انقدر گوشت و اینا اینجا زیاده، یه وقتی نهار که دارن منم که همیشه اینجا هم دیگه میام یه وقتی یه لقمه گوشت کوبیده ای بالاخره. بله ما در خدمت. این تموم شد؟ بله. وضع کردی؟ وضعش هم کردم. بله دیگه از اینجا به بعدش رو باید خیلی خیلی سرعتی برم چون واقعا دیر شده. بریم 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 بریم. هویج میخوام دیگه 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 دیگه. از این بچه موز با مزه ها میخوام. سیب میخوام. میوه اصلا این چی شد؟ خیلی اصلا نمیخواد امروز با من بسازه مثل اینکه. خب سیب سمت دو سه تا برای اون سالاد جذابه میخوام. دیگه همه چی برداشتم. یادم رفت قسمت خوشمزهش اینجاست حقیقتشو بخواین. درسته که خیلی دیر شده ولی خب نمیشه که یه ناخونکی نزد. خب چیزای خوشمزه؟ سلام. اینا رو من نمیخرم امشب برای مهمونام بذارم، اینا رو خودم اینجا میخورم، یه ذره جون بگیرم، انرژی بگیرم چون حالا حالا خیلی کار دارم. ببینم بهتون تسلیم. آره بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. اینجا انقدر کیف میده هر وقت میام. بچه ها این گره هایی میخوری اونو میخوری دیگه مثلا نهار شام نمیخورم، میام اینجا به بهونه خرید از این خوراکی ها میخورم و میرم به بهونه تست همه رو چایی هم تست داره. مرسی دلسته میشه یک سیاده گره بگیرم؟ بله حتما.
میشه لبخند بزنی؟ لبخند؟ فراموش نشه. سلام. سلام بابا. یه ذره از اون کاهو به هم بده لطفا. اسفناج میخوام. خب من چون خیلی بعد عجله کار کنم، سبزی خوردن یه مقدار میخوام، تروب چه پیاز چه و تره و اینا پاک کرده است، تمیز زده کرونایی. خب از این بده، از اون کاهو برام بذار، من برم از اون بر میوه رو بگیرم. خب نه بچین دیگه بریز. خب نه یعنی من سرعته که قربش من برم کار نکنه که فایده نداره، خودم بایستم کافیه یه پیش هشت نه بسته تروب چه اینا بنداز. از اون کاهو سشمن ما که مثل خانم رهنما از اون سبزی خارجی خفنا نداریم. بله ولی همیناست، بضاعت همیناست. بله بله بله. بعد آره یه چیز اینه، الان اول که ظاهرش برای مهمه، چون میخوام که اینو ببرم توشو خالی کنم، توش یه دسری درست کنم. زیادم نده چون میمونه خراب. آره آره اینا خوبه. یه ذره توت فرنگی هم بهم بده. دیگه چی میخواستم؟ آها دو سه تا پرتقال دیگه ما رفتیم. دیگه خریدان تموم شد. واقعا خیلی دیره، خدا قوت چهر ساد، ممنون از این که انقدر فعال بودی و نصف چیزایی که بعد میبردی و یادت رفته با بره. نمیتونم بگم رسیدیم به بخش سختش، چون همه بخشای به نظرم این مسابقه سخته، چه میزبانیش چه درست کردن غذاش، ولی خب من خودم به شخصه خیلی دوست داشتم که تو این برنامه شرکت کنم. اینکه آشپزیم چه جوریه نمیتونم بگم خیلی عالیه، ولی خب انصافا بدم نیست. نمیشه گفت که کجای این مسابقه از همه جا سخت‌تره، چون همه جاش به نظر من سخته. اولا که گروه ما به لحاظ تجربه‌ای قطعاً از من تجربه‌شون خیلی بیشتره. بعد عرضم به حضورتون که همه جای سخت داری، از غذا درست کردنش، از اینکه بخوای میزبانی درستی کنی، از اینکه ببینی که آیا از اون شگفتانه و از اون برنامه‌هایی که براشون تدارک دیدی آیا لذت میبرن یا نه. تقریباً میشه گفت همه قسمت‌هاشو دیدم. خیلی مخصوصا این سری جدید خیلی خیلی متفاوت تر و به نظرم خیلی زندگی واقعی توش جریان داره. میشه گفت همه رو دیدم. نمیتونم بگم کدوم ها بهتر بودن، چون واقعا هر کدومشون به نظرم جذابیت های خاص خودشون رو داشتن. من میخوام برای پیش غذا، یکی از پیش غذا ها میخوام دلمه درست کنم. البته میخوام به همون شیوه سنتی درست کنم، یعنی داخل گوجه فرنگی و بادمجون رو خالی بکنم و داخلش رو پر کنم. فقط اینکه ممکنه ترکیبات داخلشون یه مقدار با هم دیگه فرق داشته باشه. با اینم یه چند تا پیچیدیم، یه مقدار ناکام بودم. میبخشین سوال میکنم، ولی دلمه قبلی رو کی درست کرده بود گذاشته بود اینجا؟ این دلمه قبلی رو دستگاهی که الان میبینین من حالا باش کار نکرده بودم حقیقتش رو بخواییم. بداره دیگه، بس صداقت داشته باشیم. خب من بیام از اینجا، حالا کار که خودم بلدم رو انجام بدم به صورت واقعی. بیه سه یه این بادمجونا داریم که به این صورت داخلش رو خالی میکنیم و از همین داخلش هم استفاده میکنیم. قرار نیستش که دور ریخته بشه. خب اینا رو که خالی کردیم، من دو مدل دلمه میخوام درست کنم. اولیش با بلغور و گوجه فرنگیه، یعنی گوشت نداره مثل دلمه سنتی خودمون که از گوشت استفاده میکنیم.
اینا رو داخلش میخوام پر کنم. آها این بادمجونا رو قطعا میدونیم دیگه، باید نمک بزنیم بشوریم بذاریم که اون تلخیش در واقع بره. غیر از دلمه من میخوام که امروز با گوشت یه غذای نمیشه گفت سبک، ولی کنار این گوشت برنج نداره و یه مقدار دورچین داره، مخلفات داره که همش سبزیجاته. میخوام کنارش یه مقدار مرغ و برنج هم باشه، که حالا این مرغ و برنج هم میخوام یه مقدار متفاوت تر درستش کنم. دیشب که خیلی به ما خوش گذشت منزل خانم رهنما، خیلی پذیرایی عالی بود، همه چی عالی بود. امیدوارم که امشبم در کنار همه عزیزان به ما که خوش میگذره هیچی، به تمام عزیزان بیننده هم که تو خونه نشستن و دارن این برنامه رو نگاه میکنن به همهشون خوش بگذره. چون امروز تممون تم طبیعته، من یه سری از مهمونای عزیزم رسیدن که یکیشون ایشونه که از وقتی رسیده فقط داره زیر لب یه تیک میگه من میدونم که تو برنده نمیشی، درسته؟ بله؟ طلا هم رسید. خب قطعا دیگه با این دستکشا نمیتونم کار کنم. سلام طلا جان، خوبی؟ هدف امروز من چی؟ سلام. هدف امروز من از آوردن این پرنده ها که قطعا جاشون نه توی خونه است نه توی قفس، این بودش که یه مقدار خودم صحبت میکنم، اجازه میده من صحبت کنم؟ هدفم این بودش که یک راجعه نمیذاره که من حرف بزنم، اجازه میدی صحبت کنم؟ هدف من این بودش که یه مقدار در خصوص محیط زیستمون صحبت بکنیم و پرندگان خصوصا، چون نمیدونم میدونین یا نه، قبل از اینکه آدم روی زمین به وجود بیاد زمین داخلش پرنده ها بودن، پس در واقع ما اومدیم توی محیط زیست این پرنده ها داریم زندگی میکنیم. ما زیر نظر سازمان حفاظت از محیط زیست، یعنی با اجازه این عزیزان، برای اینکه در راستای اینکه بتونیم کمکی بکنیم برای اینکه اینا همچنان به زیستشون ادامه بدن، جلوگیری بکنیم از انقراضشون، میخوایم این چیزها رو یاد بدیم و بهشون و به مردم عزیز یاد بدیم که اینها فقط وسیله تزیینی نیستن. پرنده ها فقط تزیینی نیستن، اونها هم حق آزادی دارن، جاشون توی قفس های طلایی نیست. پرنده هایی هم که حتی میتونین داخل خونه بیارین، واقعا باید شرایطش رو داشته باشین. اگر قرار یک پرنده توی خونه داشته باشین، باید توی فضای باز باشه و حق پرواز و حق اون زندگی که خدای مهربون بهش داده رو نباید. اینا میدونم که خیلی گرونه، یعنی شما دستمزد کارهای سینماییتون انقدر زیاد بده که از این پرنده ها نگرمده میخونه؟ آقا من خودم شکم خودم نمیتونم زیر کنم اینا که دیگه هیچی، ولی نه اینا هم اتفاقا پرنده های گرم سیری هن، خیلی خیلی زیبان، بیشتر برای کشور آفریقا هستن که ما یک سری از گونه هاشو میدونم داریم. الان پر نزدن از آفریقا بیان اینجا خونه شما که؟ نه اینا از کجا اومده؟ اینا رو در واقع ما از پارک پرندگان به امانت گرفتیم، گفتیم که در کنار مهمونمون قراره که یه سری مهمونه جذاب هم داشته باشیم. حالا یه دونه در واقع سورپرایز ویژه دارم، یک پرنده ایرانی بسیار بسیار خاص که متاسفانه در معرض انقراض نسله و اونو گذاشتم به وقتش. الان دیگه چی کار میخواییم بکنیم؟ آها دسر. دسر که یکی از سخت‌ترین مراحله، باید اول از همه اونو در واقع شروع میکنم، چون باید چندین ساعت توی یخچال بمونه. میخوام باقلوا درست کنم و در کنارش از میوه خرمالو میخوام استفاده، یعنی نه که کنار باقلوا، میخوام یعنی خرمالو هم داریم، داخلش رو میخوام یه مقدار پر بکنم و با یه بستنی خیلی ساده کنارش اونو برای عزیزان سرو کنم. داریم میریم منزل خانم شهرزاده کمالزاده. البته خدا کنه که یه پلانی از آشپزی ایشون ما ببینیم، چون در آشپزی های قبل والا ما دیدیم پیاز فقط خورد شده و سبزی خورد شده، چهار جور غذا رو میزه. خانم امیرجلالی وقتی بیاد از من میپرسه که خانم شهرزاد خودش آشپزی کرد یا نه، ما که هنوز آشپزی ندیدیم، از شما یه سری تعریف شنیدیم، سه چهار تا مهمون خوبم آوردین، ما آشپزی ندیدیم.
من بیشتر گفتم بریم دور هم دیگه شاد باشیم، ولی نه دور اصلا دقیقه 90 میز رو سفره رو بهشون تحویل میدم و شما اینجا شاهدین همه این دوربینا. الان میام سر گاز همه اینا رو درست میکنم، بعدا اونا میخورن نظر میدن. سبزی خرد کنم و یه تخم مرغ بندازم توی کاسه با همزن برقی هم بزنم، بعد یه دفعه میزم رو بچینم و برنده هم بشم. این خیلیه. گفتم مرغ رو تفت دادم قبل، یعنی اول مزه‌دار کردم بعد تفت دادم، خب مثل همه مرغای دیگه. برنج رو شستم آب کشم، الان برنج رو میخوام بریزم داخل همین مرغی که بهش مقدار آب اضافه کرده بودم که باهاش بجوشه. الان این برنج رو اینجوری من میریزم توی قابلمه. خب بابا چرا نمیذاری من چی بگم؟ با یه دونه پیاز، یه ذره چوب دارچین، دو تا حب سیر دیگه، فقط مونده یه مقدار گیش ریزی که باید بهش اضافه بکنم. بچه ها مثل اینکه گیشنیز خیلی دوست دارم، میگن بیشتر اینم گیشنیز بیشتر. ولی امیدوارم حداقل یه دو تاشو خودت درست کرده باشی که من بتونم با میل و رغبت بهت نمره بدم. من دیگه هنرم در همین حد دیگه. آخه یه شب که هزار شب نمیشه. من برم سری لباسامو عوض کنم، این روی این میزو بچینم، بعد دیگه خب روی غذا و دسر که مثل اینکه خیلی به من امتیازی نمیدن، حداقل این فضای این وسط رو ببینیم چی میشه دیگه. من برم خودم. حالا من فکر کنم امشب همه برای شمشیر از رو بستن که چی میخواد درست کنه، بلد نیست درست کنه، درست نمیکنه، از بیرون میگیره. ولی به نظر من یه خورده باید قضاوت رو بذاریم کنار، بریم خونش ببینیم چی کار میکنه. منم مثل شما دوست دارم که خب بالاخره این شام ایرانیه و غذاهاش خودش درست کرده باشه، پذیراییشو ببینیم چطوره. بالاخره برای من شخصا خیلی جذابه، چون من همیشه سر کار شهرزاد رو دیدم. امیدوارم که همه چی براش خوب باشه، براش بهترینا رو آرزو میکنم. من بهش نمره خیلی خوب میدم، ولی حالا بریم ببینیم چیکار کرد. آخیش بالاخره کارام تموم شد، میزمم چیندم، لباسم هم عوض کردم، تم امشبمون قرار تم طبیعت باشه. بچه هم خیلی کمک کردن، خیلی همش میریختن میپاشیدن دیگه، نگم براتون دیگه. دیگه الان منتظرم بهار جون و مریم جون و فلور جون برسن، نمیدونم کدوم اول برسن، امیدوارم زودتر بیان. مثل اینکه یکی اومد، یعنی کی میتونه باشه؟ بریم ببینیم کی اومد. بله بله فکر کنم صدای مریم جونه. به به سلام احوالشو. این دیگه چی قربونت برم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی میگه؟ میگه خوش اومدی مریم جون. من که نشنم با نمی چیزی بگی. عزیزم این قابل شما رو نداره. زحمت کشیدی خیلی لطف کردیم. بفرمایی خواهش میکنم بفرمایی. پس کشم بقیه؟ شما دیگه آن تایم بودی، از همه زودتر داشتی به حالا این حتما برای شونه شما باشه؟ میره جان چی؟ عزیزم ها بفرمه شما اینجا راحتی بشینین. چشم مرسی خیلی ممنونم. چرا زحمت کشیدی مریم جون؟ خواهش میکنم باز کنم اجازه هست؟ خواهش میکنم. به به اسم خودتو نوشتم روش و دستازم هست. عالیه شیرین این واقعیت خودتون. خوشمزه دست شما. هر وقت خوردی یاد من بکن. چش آخه برای ترسم زود تموم شه. نه دیگه روزی یه دونه بخوری حالا لا تاسی روز یادتون اصلا. هر وقت تموم شد به من بگو براتون. عزیزم من اگه اجازه بدین یه چیزی براتون بیارم برای. مرسی عزیزم خیلی ممنون. خوش آمد. قربونت برم ممنونم مرسی. من بذارم اینجا.
اسمش چیه این توتی؟ نخودی. آخه خب اینم گفتم مهمونام ویژن یه مقدار از این عدسفرا در بیارم. این آبناره، این که آب هویج، اینم که موهیتو، هر کدومی که میل داریم. خب من آبنارشو ترجیح میدم. خب نوش جونتو. دوباره زنگو زدم، من با اجازتون در باز کنم. خواهش میکنم عزیزم. بله بله اومدم. نخودی یعنی این کیه؟ سلام خانم، چطور جگلی؟ طبیعت تم شماست دیگه. سلام میکنه، خوش آمد میگه. سلام، واقعا طبیعت رو انداختی تو خونه؟ دیدم شما همه گلین. من اینجا اومده. بله بفرمایید. سلام پلور جون. سلام احوال شما چطوری؟ سلام ارادت، چه خوشگل. من چون گل طبیعی نداشتم، طبیعت من خوشگل. عزیزم اون چیه قضیهش؟ ولی اینم جزو مهمونامونه دیگه. من اینجا هستم. بفرمایید. خوبی؟ خیلی خوشحالم که شما رو میبینم دوباره. خوش گذشت دیشب. خیلی خسته شدم نمیدونم چرا. چرا؟ جای بهاره خسته شدم. اون کار نکرد من خسته شدم. خب نه ولی خیلی خوش گذشت. بفرمایید. بله. اسفند نیست نه. چی؟ نمیدونم. این آب هویج، آب انار، موهیتو، کدوم رو میل داریم؟ من آب هویج. نوش جونتون. ببین که اصلا گفتم مه و دود و گل و خیلی خیلی گلاش که شما این گفتم یه ذره فضا رو بشه. ببخشید ناقابل خیلی زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. آب هویج و آب انار رو زیاد با هم دیگه نخورید. فقط خیلی گرم میشه. خیلی گرم خیلی. این به خاطر حضور شما هست. خب اون درست. خیلی به خاطر طبیعت روز سرمه. باشه یه فکر میکنم پنجره رو باز کنی. یه کاغذ هم بدی من با باره کجا مونده؟ نمیتونم. حالا یا ترافیکی چیزیه. اینم سوگرز امروز من براتون شرسو یکی کم دوتون شد. عزیزم اینا خیلی هم نه نمیترسم، ولی خب دیگه جنگل داره میشه اینجا. فلور جون ببین خیلی اینا بزرگ شد. بهش بگی خاله فلو. آه حکایت دیراز شد. من گفتم خاله. من گفتم خاله. دهنه من بگنم پری. خب اینا حالا تا آخر مهمونی باید اینا زود میرن. من گفتم که تا بهار جون نایمده بهار جون زنگ میزنیم بیا تا شیری پلنگی ماری. خب بگو دو کلام حرف میزنه توتی که حرف نزنه به چه درمی کنه. من جمعه زبونشو میتونی باز کنی؟ اسمش چیه؟ سلام بلدم. تلا. سلام تلا. بگو بلدی؟ با شما ارتباط با منه. دیگه فلور جون چی؟ عزیزم میگه به شهرزاد ده بدین اینو داره می. خب دیگه چی؟ به شهرزاد ده بدین این میگه؟ به شهرزاد ده بدین باشه باش. ببینیم چیکار کرده شهرزاد. شما قطعا این پرنده ها دیده بودین. اینا اسمشون آراست در واقع، یعنی تو تلویزیون من دیده بودم. بله پرنده های آفریقایی میشن. ولی من یه شگفتانه دیگه براتون دارم. تو خدا حیوانه اونم؟ با یه جوری گفتی حیوانه خیلی آخه یه اون شیر و پلنگ اینا ما رو عقرب خواهش تو رو آره من میرم. من میرم یه اتاق دیگه. نه ما رو عقرب نیست، دلم میخواد که این گونه رو ببینین چون که خیلی نزدیک به اینکه نسلشون منقرض بشه و به نظر من خیلی حیفه. و من فکر کردم که پلنگ تا جایی که من میدونستم ببر و پلنگ و اینا داشتن منقرض. حالا میارمش. بعد گفتم که خب میاریش؟ آره گفتم یه ذره راجع به این قضیه حرف بزنیم. شاید میگه حرف نزن. ببین میگه حرف نزن. تو جیب جا میشه میاری. ببین اون موقع سلطان بیا. بلا ببین چون میدونه سلطانه رفته اون بالا هم نشسته. آره بیا سلطان بیا بیا. سلام سلام اسم چیه؟ مرم جون بیا. اسم چیه؟ بیا ببینم اسم تو چیه؟ سلام سلطان. آره سلام. خب دیگه در زندگی من این کار رو نکرده بودم که کردم. حال شما خوبه؟ به خدا حال شما خیلی خوبه؟ تو عمرم من از اینجور پرنده مرنده اینا. چقدر خوبه که دوست دارین. چقدر عالیه که من عاشق پرنده ها و ماهی ها و اینا. خب من برم سورپرایز اصلیه رو بیارم. فقط مراقب باشین نباشین. اگه ترسناک باشه من این
توتی رو بل میکنم به امان خدا پا میشه بیرم عزیزم من رو هم بیارم ساتون جان چی میخواد خوشگله چی میخواد بیاری؟ خب یک کلام صحبت کن بکنم اسم این چی بود؟ اون اسمش تلا ما اومدیم چه خوشگله خب اینو نگاه کنه میدونین این چیه؟ این چه پرنده ایه؟ مثل من نشاره چه خوشگلی داره خیلی خوشگله این دورناست ولی خب در حال انقراضه و من گفتم بیارمش تو این برنامه سازمان حفاظت از محیط زیست به ما لطف کرد باقی پرندگان به ما لطف کردن اجازه دادن که ما بیاریم این پرنده ها رو توی برنامه فقط هر کاری میکنی خواهش میکنم که لباسامو من احتیاج دارم عزیزم که هم مردم باشون آشنا بشن هم ما از نزدیک ببینیمش و شاید اصلا ما بتونیم یه کاری بکنیم برای حفظ بهتر محیط زیست و حمایت از حیوانات و پرندگان امیدوارم که گوش شما باشه من اگه باشه. زودتر این دورنا رو دیده بودم قرار بود اینجا باشه اینجوری درست میکردم همین شخشا آره یه طبیعتش عزیزم اون الان ترسیده که اونجوری رفته موهاش بالا خیلی خوب نه دیگه من خواهش کنم بشین اونجا رو مرسی من برم اینا رو بذارم سر جاشون ولی میخوام خواهش کنم که هر کسی هر پرنده‌ای که زخمی بود آسیب دیده بود خواهش میکنم این پرنده ها رو یا تحویل محیط زیست بدن یا تحویل پارک‌های پرندگانی که هست اونجا به نحو خیلی خیلی خوبی ازشون نگهداری میشه اگر که موقعیتش رو داشته باشن به آغوش طبیعت برمیگردن اگر نه که همونجا تو بهترین شرایط ازشون نمیشه من باش عکس بگیرم بعدن 50,000 تومن عکسی میگیرم باشه اگه به نفع خودشون خرج میکنی باشه خب چرا ما این همه عکس میگیریم کسی به ما پول نمیده ما اشتباه میکنیم خب بریم فقط این دسته من سوراخ شد اومدم بگیرم بچه که بره اینو بگیر عزیزم نکن دیگه آخه من مگه به تو آزار میرسونم من یادم رفت یه چیزی بهتون بگم من عاشق جغدم بده به من این گونه ایرانیه من راجب توتی اشتباه گفتم که آفریقای برزیلی بود و اینم جغده عزیزم اونجا رو رها کن میدونی که در خارج از کشور سمبول اینجا رو رها کن خاله فلو رو سمبول واقعا میدونی میگن جغد شومه در صورتی که شما بهتر میدونین بل. توی کل جهان پرنده خوشیوم رو خوش یعنی عزیزم اعتقاد دارن که خوش شانسی براشون میاره من خیلی دوستش دارم چشمش خیلی هایم که خیلی در حال انقراضه پرنده های شکاری مان خصوصا عقابا نمیدونم شنیدین یا نه که اینا رو خیلی میگیرن اینجا صادر میکنن خصوصا به کشورهای عربی و با قیمت های میلیاردی میفروشن یعنی به هر حال پرنده هایی که برای ما این افرادو بگیره محیط زیست خیلی تلاش میکنه اما خب اون لالوها یه چیز بگم شهرزاد راجع به هر چی که در حال انقراض میگه بعدش میاد عقاب نمیخواد بیاری که الان نه خب براتون کدومو بزنم آنخ چشم چون آلمانی آنخ میکنه خیلی شبیه آخن و آنخ خورم با بهار نارنج بهار جونم فکر کنم رسید خب ما خودمون اینا رو دیگه من یه دونه برای خودم چرا گوش خوبه میشه جای این توت خشک و خرما هم براتون گذاشتم گزم هست ببخشید یه چیزی بگم قبل اینکه برم اینام خیلی خوشمزه است کم شیرین خیلی جذاب همه چیش خوشمزه است آره همه چی خوشمزه و رنگی یعنی کی میتونه باشه سلام خانم پاییزه پاییز شدم گفتم به پاییز میام عالی خوش اومدین من کادوم تو راهه چون بریار همجوری گذاشتم ما بدون کادو شما را قبول داریم بفرمایید عزیزم چون بدون کادو هم همین الان یکی از شعرامو تقدیمت میکنم میام تو چقدر عالی با کمال می بهار از سرانگشتان تو آغاز میشود تابستان من گرمی قلب توست پاییز من شاعرانگی صدای توست و زمستان من قهر توست وقتی با من قهر میکنی و همه خورشیدها از من میگذرند میگریزند تا بهار از سرانگشتان تو آغاز شود شرفت جان البته اینم بگم بهار جون داره تقلب میکنه چون این شعر برای حاجی خونده نه آره به خدا هنوز برای حاجی شعری نگفتم این تو دفترشم جز شعرهایی که به پریا تقدیم کردم حالا بیا تو رخ نازنین
برای این بخور چی چقدر عالی. بعد یه ذره اوکالیپتوس توش می‌ریختم. چی می‌گم این آب انار، آب هویج، اینا هم که موهیتو. آب هویج چون خیلی میگم برای این داستان چشم خوبه. آره. برای کرونا. برای کرونا خوبه. منم خوردم. در نمیاد چسبیده. میخوای یکیشم که آزاده. من همه‌شو چسبیدم. یه اینجوری کنی. من همین الان تجربه کردم. یه اینجوری تکونش کنم. خیلی ممنون، خیلی قشنگ بود. خیلی میام پیش دستی گذاشتم کنار دست. من نیستم مثلا، چون یه توپل سابقه هم همه چی پا میشم برمیدارم میخورم. عزیزم نوش جونتون. از دیشب تا الان هی شما برای ایشون یه نقشه میگی، برای ایشون هم یک مثلا شما کامنت به من بیچاره چرا کامنت نمیدی؟ من در هیچ رده قرار نمیگیرم. نه چرا؟ با من که شوخی میکنه. نه بذاریم بهتون بگم. بالاخره یک کامنت شوخی نمیکنم. میدونین چرا؟ بچه داره ازدواج به پسرم. من که اصلا باورم نمیشه پسر تو این سنی باشه، ولی عذرخواهی میکنم چون عادت ندارم شروع کنم به سوال کردن. کجا شنیدی؟ چه شنیده از یکی از فن پیجام که خیلی طرفدار شما هم هست. نه آره گفت حالا به زودی بعد یه بنر تبریک برای نکنه هست. نه بابا نه، برای فکر کنم پسرم برای بلو جون. نه بابا یه لطیفه شیری مرمون تعریف کنیم. شام نمیخوای بدی؟ شام هم میخوای. شما یه دیشن گفتی نون پنیر سبزی گردو میخورم. برای فلسفه بشونیم گوش کلی مرزه تعریف کنم اینجوری حرف هم پاشو بگو. آخه شما یه لطیفه تعریف کنیم. آره قبول، شما یه لطیفه تعریف کنید. من کجا لطیفه تاله تبسم؟ شهزاده من کلی پوز تو رو دادم، گفتم دختر بسیار خوب، مهربان، مدیر. الان یعنی خیلی بد نامه مهربونی فرق میکنه با شما. مگه ما امشب ولی مهمونی خولی اومدیم ما؟ خب بالاخره پیش غذا آماده کردیم. لطیفه شیری میگیم خیلی خیلی با ما، خیلی لطیفه ساده و خیلی عمیقه. یک ماری بود که سالها عاشق بود، بعد از حدود 24-5 سال فهمیدون که عاشقش بود، شلنگ بود. برای همین هیچ احساسی بهش نشون نمیداد. مار نبود. بفهم. اینو کجای دیده؟ الهی شکر. الهی شکر که خدا یه دنبک به قلونکور داد و یه امیر خسرو به این. خدایا. قربونت برم. خدایا شکر. ولی گوش کنی جوکر رو. ببین دیشب همش امیر خسرو بوده. امشب امیر خسرو. آخه بابا 4-5 روز امیر خسرو. خونه ما میخوای از امیر خسرو هست. یعنی خود داری. خونه شما تریپ مجردیه. بفرمایید. من عکسای دیشب رو فقط بذارم تو گروه که دیگه دخترمون ولی با سلیقه است، ولی حیف که شانس ازدواج بدبخت نداره. خب چرا بابا داره ما چه خوشگله. خیلی خوشگله. چرا بابا هر چیزی کلمات قدرت داره، هر چیزی بگیم. یه چیزی بگم، دیشب شما هی مود کردین گل میارین، گلا رو میخورن. بله ای چه گرفتاری شدیم. این چه گل اصلا، این خوراکی نیست. گل خوراکی از من خوراکی نیست قربونت. این گل خوراکیه بنفشه. چه بانمکی چیکار میکنی؟ من بادتو میزنم شاید بیرم سیاسه. یاد فیلم حضرت یوسف افتادم. باش به کسی نمیدیم، برو بگیرش. عزیزم باد میزنی که بهش امتیاز بدن. آره. آها این غذای قزوینی هست. من عروس قزوینی هم. آره هست. آره چی اسمی؟ دیماج. دیماج نونه خوشگو پنیر رو خوردن و پنیر رو گردوه. نونه خوشگه، نونه خاص داره. و اینا رو گوله گوله میکنم با دست میخوام تو قزوین. خیلی هم خوش من. پنیرش هم با پنیر زیر خاکی باشه. حالا من با پنیر زیر خاکی دیگه چی تلاش نمی کنم. میذارن زیر خاک کرونا داره. تو کوزه میریزن میذارن زیر خاک، درسته؟ دیگه حالا خودت درست کردی؟ من توی راستش اینه که من خیلی خانواده‌مون ادویه خور نبودن. برای همین غذاهایی که توی خونه میخوردیم بیشتر رژیمی بود. ولی خودم به شدت عاشق مزه های متفاوتم، خیلی در حال جستجوی غذاهای متفاوتم و مزه ها رو دوست دارم. در حال جستجوی. اما چیزایی که درست کردیم واقعا چیزای سختی نیست. مثلا این دیماجی که خودت میدونی میگه خیلی راحته. این چیه؟ زیر دلمه. نه دلمه خیلی سخته. من خودم اون دلمه پیچا خیلی سخته که من واقعا نتونستم خودم.
چیه؟ داخلش چیه؟ نه این بیرونش بود. اونه. نه نه همون خوشمزه است. دیپشه در واقع، یعنی همون محتویات داخل رو یه مقدار زیر ریختن که ذره خوشگل. خیلی خوشمزه است. محتویاتش خیلی خوبه. دیپش خوش خوشمزه. آره من اون خاطر من عادت دارم دلمه رو با نون میخوام. شما با نون نمیخواید؟ من نه. نون میخواد؟ من یه چیز میگم. من چه اصولم بی نمک و آها راستی یه مشکلی الان من با شما پیدا کردم. چی شده؟ مزه بی مزه ندی به مغازه بیمارستانی ها. نه ولی من کلا کم نمک میخورم. این الان خیلی بر من شوره. خب مثلا چه ربطی به ما داری که تو کم نمک میخوری؟ عزیزم من گفتم میخوام برای شما بی نمک درست کنم، گفتم که اینکه وقتی اینجوری درست نمی کنم خوش نمک، یه خورده فیستر درست میکنم. این یه برای من، برای من نه از این ایدت، نه برای من. خب پس الان دو نمره از شما کم میشه. نه نه نداره. من گفتم اگه شما غذا رو خوردین نم بکنم. عزیزم شما میگه غذا وقتی نمک نداشت نه چه تایزه داره؟ عزیزم اینو چیه؟ عزیزم آیم جون یه تو این دنیا بعد خدا به شما امیدوار کنیم که اونم هیچی بچه ها بینیم. من میگم عزیزم من طرفدار حق و حقیقتم. گلا خیلی آیات وجود خودم ولی داخل این دوله شکل من دیگه قلب گوش نریفتم. چهار تا قلب کنار هم اینا هم خوراکیه. نه نه قلقوره نخوریم بابا گلا داخلش همین بادمجونی که خالی کردیم ساتوری کردیم باید فرده استفاده این گلا رو نکنیم به شما باید بگم هستیمون دلمه ها اون موقع توش گوشت بود الان گوشت گرون شده دیگه بعد قلقورم شد فضا ولی ببینیم واقعا ازش بگیم محتویات چیز داخل بادمجونه شوره یه آب اگه بذاری به خاطر بلغوره. خب بلغور چی میگی سر من؟ بیا جلو رو تم میگم نه آب میخواهم شاید بجون دارم تعلیم تو علاقی میکنم. نه گوشام چیزه شوره بخونم ما کم نمک کم روغن بخونم شور نیست شور نیست من بلغور عادت دارم. یه چیزی فکر کنم تو یکی اشتباهی یه عالم نمک گرفته شده پیش میاد باید من ببینم چجوریه. من واقعا آدم منعطفی هستم. بچه‌ها کاش که من اینو نصف کرده بودم. انقدر کم می‌خورم. بهار جون کاش که اونو نخورده بودی از اینو نه. می‌خواستم امتحان کنم ببینم بادمجون شما شوره؟ بله، بله. شوره؟ خیلی هم شوره. چرا من اصلا من نه گرما رو میفهم نه شوریه چه بلایی داره سرم یادتون اون زمان گفتن اگر یه دختر خانم نکنه بردم من بودم یادتون موقع اون گفتن اگه دختر خانم غذا بپزه شور باشه مادر شوهر شوهر دلش میخواد نه ما میگیم که مثلا مادر شوهر دلش داره نه میگن شوهر دلش میخواد 100% بعدن شوهر دلش نمیخواد مهم نیست نه غذایی که شور درست میکنه شوهر شوهر دلش من هر آدمی یار دلش میخواد دیگه گناه که نیستش. من خودم خیلی شوهر دوست دارم. من اگه میدونستم غذا چیه الان خنده میگم خیلی شوره خیلی برای من نه برای خدا واقعا میگم بابا چرا میخوام من عاشقتم ولی خب این شوره. ببین خوشگلم من چون با بلغور زیاد چیز نه به نظر من نیست. من طعم یه ذره خوش نمک دوستم ولی خونه کم نمک درست میکنم به خاطر که امیر فشارش بالاست. بابا میگی خوش نمک به خود برای من خیلی شوره کاش میشد امتحان کنم ولی نه میخوام اینو بهت میگم من چون با بلغور چند جور سالاد و غذا برادم درست کنم بلغور خیلی نمک رو نگه میداره با برنج فرق خب داره. این اشکال بلغور خیلی کم بعد نباید بلغور بهش نمک بزنن اگر نمک نگه داره خیلی کم بعد آخرش این اومده نمک بریزه یه دفعه در نمک باز شده لای بم میده تو ای جانم بعد میگن چرا شوهر پیدا یعنی من سه تا شهزا جون قربونت دوست مثل شما داشته باشم همه چی رو به باد فنا دادیم شور بود واقعا وحشتناک به عزیزم تحجینش خیلی خوب بود فقط این بادمجونه شکمو خیلی بادمجون هم زمان خوردن بادمجون شور بود دلمت برگش سوخته بود برگش سوخته بله برگش خوش شده اونو من درست بکردم پدرش کی درست کردی؟ بس همونو گفتم اینه گفتم این پیچیه رو من حالا اگه میگفتیم خیلی خوب شده میگفت من درست کردم اما اولش اینجا نشستم گفتم به خدا گفتی پس من متوجه شما آب میل میکنیم دوغ یا نشده آب عزیزم چشم این شوری رو بگیره ببره بشوره ببره بشوره ببره من دست شما درد نکنه فردا خونتون حالا باش عزیزم من به شما گفتم امتیاز کم میدم نه خوب شد که ما چیز شد یعنی زودتر افتادیم ببینیم که اصلا قرار با چه چیزایی مواجه شه. من هم به همه عالی ترین نمره رو میدم ولی من کماج مماج هیچی بود دوست ندارم. الان ما داریم ایرادای شما رو میگیم که شوهر خوب دیگه نه که چشمت باز بشه دفعه دیگه که ما رو دعوت کنی دلمه رو بر نداری این همه شورش کنی که یعنی تخمه چشم آدم داره میزنه بیرون. ببینم ایرادی نگاه نمیخوریم دیگه. من سیر شدم
خب برم شامو بیارم. شامو بیار بعد. من اینا جمع میکنم. اینو ولی بز باشه. هی زنگ بزن. این خوبه. هر چی خواستی زنگ بزن. بره تو آشپز. دینگ آب. دینگ نوشابه. زنگ میزنیم بیاره. من هتلم میرم تا آقای حواسش نیست اینجوری میکنم. فلور جون از اونایی نبودی که بچگیات سنگ میزدی زنگ میزدی در خونه فرار میکردی؟ چرا؟ اتفاقا ما زنگ نمیزدیم ما چی کار میکردیم؟ اون موقع اگه یادتون باشه درها از این چیزا داشت اینجوری یه چیز برنجی داشت که اینجوری میزدن اینا ما آره نه کلون کلون بان پشت در بود که میبستن یه چیزای برنجی بود که اینجوری میده تق تق میکرد اینا ما میرفتیم به اینا از این نخا میبستیم میرفتیم کوچه بغلی پای میزدیم این اینجوری میکشیدیم شما دیگه خیلی بلا در میزد یارو میمد میدید هیچ کسی بار دوم دوباره من از این کارا خیلی زیاد کردم و یا مثلا دوزاری رو سوراخ به نخ بهش می‌بسیم یه همسایه داشتیم بنده خدا یه پاشم بدبخت کشیده می‌شد زمین را دیدم من یه دوزاری سوراخ کرده بودم نخ بهش بسته بودم گذاشتم وسط کوچه حالا آقای خیلی هم متخصص و خیلی آدم حسابیه نه دوزاری رو دید دلا شد برداره من این نخو می‌کشم این اینجوری می‌کرد عزیزم خیلی شیطون بودی نه من در حد همین زنگ بزنی در بری ولی چرا زنگ فوچ میکردی؟ چرا مثلا زنگ؟ فوچ کردن واقعا چه لذتی داشت؟ فوچ مال تلفن ها بود خب ما که آزادی مثل الان نه خب باشه چرا باید فوچ میکردیم؟ خب میگفتیم آقا دوست داریم من همیشه خیلی سر راست اصلا فوچ میکردیم با طرف مربوطی گفتیم اگه مامانم یا بابام گوشی رو برداشت فوت کنید من بفهمم تویی اینه نه اینکه کلا من دوست داشتم من دفعه من دفعه اول که داشتم با بابای پریا یواش دفعه اول دوم سوم بود که زود درس که داشتم با بابای پریا حرف می‌زدم بابام یه رادار واسه کرده بود به تلویزیون خونه ماشتیم یواش کرد بعد یه دفعه دایی مینام نشسته بود یه سری مکالمات تو خونه ما داشت من داشتم فکر می‌کردم چرا با هر چی میگیم تلویزیونم داد بابام اومد تو اتاق اینجوری بالا سر ما دوستم ولی من گوشت خور نیستم برای اینکه دست خورده نشه من اینا رو میذارم اینجا چون من یک هشتی اصلا این الان به اون ربطی داره؟ بله ربطش میکردم توش غذاست نه یعنی این غذای فرنگیه میتونی اونو با اون باقالی نه آها میتونی با اون کله بدون مو من پس اصلا گوشت قرمز نمیخورم این دست نخورده ببخشید نمسم کنیم منم بشقابم بیاد ببخش اومدم تو مال ما اینا رو نگاه کن تو بشقاب ببین چقدر آره بد نیست من مدل خزیرایی مراکشی عزیزم بله بفرمایید ممنونم شما چون ببین این پیش غذا آب گوشت آره خیلی من دوست دارم پیش غذا من خوردیم هیچی دو مدل گوشت داریم بچه‌ها چرا خودت دیروز بهمون گوشت دادی بخوریم اگر من نمیگم گوشت بده من میگم من الان که بین گوشت و یکی رو جا دارم اونو انتخاب میکنم من اینا رو بهت بدم عزیزم اون لگن رو بیار ما دستمون رو بشینیم که بخوام با دست غذا بخوریم کدوم لگن ما دستمون رو بشینیم شنگال نداریم دستتون رو نشستیم ببخش بفرم من جانان باز خواهی میکنم خب بدبخ اون شوهری که نصیب تو بشه چرا؟ یه غذا میخواد جلوش بذاره قزلگورد میشه تا غذا بیه زود جو برش قزلگورد؟ قزلگورد چیه؟ چه چیز باحالی؟ بابا میگیره یک سر نه 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 من که میدونی یک سر نشستی کاشو چنگل نده برداشتم مرغم همون قبل اون خیلی کوچولو نه بجون تو من مرغش خوشمزه من فقط میخوام دست خورده من اصلا تعارفی نیستم من میخورم خودم میام میکشم تو تهچینت فوق العاده خوشمزه بود این دمیت هم خیلی خوشمزه است یعنی دمی خوب دمی خونگی این سالاد چیه این سالاد سیبه سیب من اصلا سالاد الان دیدم الان سیبو یعنی درسته برداریم نه اینه لایه لایه است یعنی برش برش خورده دوستان حالا که داریم غذا میخوریم یه خاطره بگم در مورد غذاست من یه خاطره میخوام بگم ربط داره به غذا و ربط داره به ما دوتا با اجازه شما بگم با اجازه بزرگتر با اجازه من الان میدونم میخوای چی بگی دیگه ما آقا یه دفعه رفتیم رستوران نمیگم اسم رستوران چیه رفتید بدی نیست ما رفتیم رستوران یه جایی کار داشتیم دوتایی من اینجا گفتم بریم نهار بخوریم گفتم بریم اینجا خوبه اینا بریم نهار بخوریم
ما رفتیم اونجا داشتیم غذا میخوردیم با عشق و علاقه حرفم میزدیم اینا، دو تا آقا میز بغلیمون نشسته بودن. آقا من متوجه اونا شدم که خب به خاطر اینکه ما بازیگریم و تو خانه و دوش هر دومونو دیدن خیلی نگاه میکردن. من همینجور داشتم غذا میخوردم اینا که به جا بیاد. آقا یک لحظه دیدم که خانوم امیر جلالی جان متوجه اون نگاه ها شدن. بقیه خودشون ببینید چی من نگاه میکنه. به این چی گفت؟ شما فکر کن نشسته داری غذا میخوری، چهار تا چشم نشسته تو رو نگاه میکنه. من اوکی اوکی من میدم. یا مثلا نشستی داری غذا میخوری خب دیگه اگه به جا آوردی که سلام کن به جا نهی بردی بکش نگاه تو اون بر باری بچه سه ماهش آورده میبینه من دارم غذا میخورم بچه سه ماهش آورده بگیر بقل اکس خانم امیر اینقدر این بچه من شما رو دوست داره یه اکس بایی آخه این بچه سه ماهی من از کجا میشست آقا یه چیزی به اونا گفت اونا پاشت در رفتن چیز بدی هم نبود. نگفتم آقا شما غذا تو خوردی اینجا نشستی چش دوختی که چی به ما؟ اینجوری نرفت البته. تلتیب شده شو دارم برای شما تعریف. تلتیب شده شو بگو که بگم این رگ عراکه اون چیز که همون که گفتی میگیره به من. درست میگیره. جایی که بعد کسی به حق بگیره با رگ عراکه. من داشتم میمردم اصلا جاشون عوض کردن. رفتم یه بار دیگه. من یه خاطره براتون تعریف کنم. این خاطره مال دوران مدرسه منه. فیزیک من نمره کم آوردم یعنی تجدید شدم خیلی بد نمره کم آوردم و حالا مگه جرأت داشتی بری خونه بگی که من تجدید شدم میدونم مگه میتونی باباتو قانع بکنی که تو اصلا تو حق نداری تجدید بشی عزیزم خدا رحمت کنه گفت مریم یه نامه بردار بنویس بگو که من زن بابا دارم تو خونه وحشتناک منو این زن بابا اذیت میکنه اگرم بابام بفهمه که من چیز شدم تجدید شدم یعنی دیگه روزگار سیاهی یه نامه برای من نوشت یا نامه پر سوز و گداز برای دبیر فیزیکمون یه نامه بلند بالا ما هم حالا نمیدونستیم ساعت 2:30 بعد از ظهر ممکن یارو خواب باشه تو تابستون هم بود که حالا مدارس تعطیل بود و بعد میرفتیم برای امتحان تجدیدی ما نامه رو بردیم با جیه آب و تابی رفتیم در زدیم و شوهر این خانم اومد دم در گفتم آقا سلام علیکم تشریف دارن خانم فرخنیا گفت شما گفتم من یکی از شاگرداشونم گفتش که خواب هستن یه لحظه اجازه بدین بیداد بیداد من چه خاکی تو سرم شد این خوابم هست من الان اومدم یعنی یه چیزی به من میگه یه 10 دقیقه یه رو به من وایستادم وایستادم بودم خانم فرخنیا با یه لباس از این لباس های تو خونه میپوشیدم پنبه دوزی ها اومد و سر جولیدری پولیده و چی میگه بچه؟ چی؟ گفتم که خانم برای خیلی نامه خدمت شما اینو نامه چیه؟ گفتم یه نامه است برای شما من نوشتم اگه لطف میکنی نامه رو بخونیم اینو نوشته بودم اگر این نمره رو به من ندی من خودم رو میکشم نامه رو دادیم خوند اونجایی که گفتم من دیگه خودم رو میکشم گفت امیر جلالی تو برای مردن خوبی برو خودتو بکش من اون موقع مظلوم بودم وقتی گفت برو خودتو بگوش تو برای مردن خوبی گفتم مرسی خانم فرمانی آخه سر من انداختم پایین اومدم الهی من اولین بار که بعد باباتون دعواتون کرد دیگه حالا بهم اونجا شو دیگه نپرس خاطره خیلی بدیه ولی عجیب ترین چیزی که شنیدم مکه رفته بودیم ما یه فکر میکنم منا بودیم یه خانمی اومد پیش منو گفتش که خیلی اذیتین اینجاییم گفتم نه برای چی خب مگه بازیگرا کافر نیستن مگه شما هم خدا رو قبول دارین فکر میکنن که بعضی که ما نه خدایی نه نمیدونم اونجا باید جواب بدیم در مورد تجمل و تجملگرایی هم خیلی فکر میکنن ما همیشه مثلا همین زنگه کجا بود زنگ میزنیم غذا میاد برای همین یه نفر سرو میکنه واقعا برنامه ارزشمندیه که یه واقعیتی از زندگی واقعی هنرمنده یه بخشیشو یه برشیشو نشون بده بعد موافقین مثلا من همیشه میگم اگه ساده برگزار کنی اون دوست رو
مجبورش میشه که تو رم دعوت کنه، ولی اگه تو یه جوری رفتار بکنی، یه سفره‌ای بندازی که اون اگر نتونه اون امکان داشته باشه، یه ذره تو ارتباط ممکنه که ارتباط یه ذره کمتر بشه. حالا ما فردا می‌خوایم بریم خونه‌تون، این امکاناتو داری یا نداری؟ نه به خدا من امکانات شوخی می‌کنم، امکان داری که آدم واقعا یه دمی باقالی درست کنه، یه آش رشته ساده. اون زمان چجوری زندگی می‌کردن؟ واقعا قدیمی‌ها می‌گفتن به روی باز یه جمعی هستن یه جور درست می‌کنن. به روی باز کرد. مثلا من واقعا اکثرا خانواده‌ها خیلی افراط‌گر شدن. خیلی زیاد. سه چهار جور غذا مثلا سر میز میذارن، نمیدونم گل ارکیده سر بالا سر سالادشون میذارن. البته نه قشنگ واقعا. یکی هم این که غذایی که درست میکنیم بخوریم، یعنی سر چیز حیف و میل نشه. من یک دونه برنج نمیذارم. من کلا چون دیگه از اعتقاد دارم و برکت خونه میرم. ولی من چون خیلی معاشرتی نیستم، آدما رو خیلی دوست دارم، ولی خیلی متاسفانه اهل مهمونی آره مثل من چون هیاهو خیلی اذیت هم میکنه. خب دوست داری میتونی دعوت کنی برای یه دونه بعد از آشتشته. آره. و الان هم اصلا جمعا یه جور عجیبی شده، همه تیکه تیکه این داره پشت سر اون، حرف زمان داره پشت سر، یعنی از این دوره هم جمع شدن لذت نمیبرم. این سالاد بغدادی. خب من این کباب مراکشیه. ولی شام شامه برنامه، ولی شام ایرانی. ما امشب دسرم داریم. نه ما امشب منظر ام کلثوم دعوت داریم. یه دهنم بخوب. بحثه. میل کردین دست شما درد، فقط من نگران اینم، یه کاری میکنین دیگه. من میدم اونو داری میری تو محلتون گربه هایی که دست نخورده شد، چون این دست خورده شد دیگه. هیچی دست خورده دست شما درد نکنه. فقط اون بادمجون شور بود. نمیخوای یه کوچولای سیب این حد اقل بچشونی؟ من خیلی به خدا دوست دارم، ولی من سیب خیلی بدم میاد. خب اصلا رفتی دوست داشتن و نداشتن؟ یعنی نمیتونم بخورم. آره دوست ندارم. تو رو دوست دارم، اینو نمیتونم بخورم. دست شما درد نکنه. ولی این برنج دمیش خیلی خوشمزه بود، علل خصوص تدیگش. همین دیگه زندگی ساده خیلی خوبه. برنج دمی الان خیلی با خوبه. تو آب مرغ، برنج ریخته تو آب مرغ، به همین دلیل خوشمزه است. نه نه نه, نه. بعد یکم آب قاطیش کنی. نه من درست کردم. به جایی که آب بریزی، آب مرغ رو می‌ریزی. حتی من ته تدیکو با مرغ درست کردم، روش برنج خیلی خوب شده. برمیگرد با آب مرغ برمیگردونی قشنگ همش مرغ. ببین خب این چرا برای من گنجشکم قهوه‌ای؟ آخه جاتون رو عوض کردین. خب اینو دوست داری؟ الهی آخه نداشتی که، من براتون یه دونه پرنده خوشگل. خب بیا اینو دوست داری؟ ببین من چون جفت برمیدارم واسه جفت خونه، مال تو رو میبرم، تو داری دیگه، تو خودت نه بخواد کادو بدی که. خب من جوجو دوستم جفت باشه. خب من را شوهر داشته امیر خود رو نفرق برام نمی کنه. من حاضرم اینم عوض کنم. میخوای این سری در بدم به؟ آره. پس اون رو بدیم به من یک. شوهر این مثل ببین اگه ما اینقدر جوجو دوست داشتیم جوجوه. خوبه. اینم مثل ببین این من شوهرم قد کوتاه قد بلند. من کوتاه نیستم. اون رنگی هم اون خاصه. ما در رنج خانم. اون رنگی هم. مریم جون. این به رسم فقط یادگاری. وای بخ بخ. بله بله. خیلی برنامه خوبیه ها. خدایا شکرت. هم قراره اگه بهار جون برد به ما کادو حتما. وای چقدر قشنگه این پرنده. هم به یاد پرنده‌ای که امروز مهمون ما بودن. مرسی شما خیلی خوشگله. اینم ان شاء الله که در زندگیت هم همیشه این پرنده پرواز کنی. ان شاء الله به حق پیغمبر پرواز به سوی پرواز به سوی عشق و خوشبختی. ان شاء الله برای همگی یه جایزه مهم کاری برده باشی سال دیگه. ان شاء الله من اونو میذارم علی اینو بخوام. البته مال ماها برنده شدنمون همیشه ان شاء الله ماشاءالله برنده شدن ماها ان شاء الله ماشاءالله ان شاء الله ماشاءالله خوبه دیگه. من توی فیلم بازی کرده بودم، خودم بچم با هم عروسیمون بود، همین اواخر بود فکر کنم. تو فیلم هم عروسی دست اصلا. چند تا لباس عروس تو فیلم ها پوشیدی تا حالا؟ نه هیچی. تو فیلم ها نپوشیدی؟ یه بار من فکر کنم 200 بار. تو چی؟ من یه دو سه بار. شما عروسی یه بار پوشیدین من.
من قراره عروسم لباس عروس بپوشه دیگه. نه تو فیلما، تو فیلما. نه من یه بار. آخه لباس عروسایی تو فیلما به نظر من خیلی چرا باز من اونجوری نگاه میکنی؟ بابا چجوری نگاه میکنم؟ به خدا عروسی نگرفتیم. این خود خورمالوه با یه کمی گردو و یه کمی هم پودر زنجفیل. چه خوشمزه شده. خب اینو زودتر میمونیم. ما یه دونه خورمالو قبل از شام خوردیم. اینم بخوریم. خورمالو زیادیش گرم سردی نمیکنه. نه اصلا خوبم هست خورمالو. هیچ ربطی هم به شوهر نداره مثلا اینکه. نه؟ متعادل متعادله. دیگه اینقدر اسم شوهر بردن. بابا، آره دیگه. خوب گرمی نخور. فردا بیام خونه تا فردا جون. یعنی هنو که نمره نداده اون که شب خواب ده بده. شوره شیرین اتفاقا من برعکس این چیزی که نشون بسیار زود خیلی آدم چیزی هستم گریم میگیره میده. جان من اینجوری ببینم تو به دانشجو زود نمره میدی من خیلی بد نمره میدم همشون هم با هم بد میشن. نه ببین من به دانشجو این از همون مدلاست که میگه برو خودتو بکش. آره میگه برو خودتو بکش. هر کی میگه خودکشی میکنم میگم خودتو بکش. انقدر من از این حرف من به دانشجو خوب نمره میدم سخت کار میکنم بهار جان. یعنی کل ترمو انقدر سخت کار میکنی مغزی و جسمی لش درس خونه. تربیت حس، بازیگری تک نفره، بدن و حرکت. بریم سر کلاستون رو بشه. تشریف بیاری، خواهش می‌کنم. شما با دانشجوتون چجوری رفتار می‌کنید؟ من خودم خواهم دانشجو. آخه. من که با دانشجوام خیلی رفیقم. چقدر عالی. خیلی. نمره میدم همینجوری اوبه. بله ما همینجوری همم دانشجوی شماییم. بله بله موافقم. خدا یه خانم پخته، باحال، گرم، صمیمی هزار راحت. این نظر لطف شماست عزیزم. چوب دارچین هم میشه تاج فود کرد دیگه. پخته گفتا. چای میخورین چای ساده یا نه؟ پخته من و خانم همین جلوی پخته ایم با یک کم پاسا داریم. من نمیدونم راستی تو آخر سر نگفتی چند ساله تو بین ما دوتایی. بین ما دوتایی. این بری نیمی از برنامه های تلویزیون رو نرفتم که این چیزا باز نشه. من نمیدونم چرا تو شام ایرانی اینقدر به این چیزای خصوصی میپردازی. چرا مگه حساسیت با من داری روی مثلا؟ نه آخه من میگم که الان 30 سال تو این کاریم از 6 ماهگی که نبودیم طبیعتا بالای چیز. نه اصلا اولا تو اینترنت به قول خودت تو ویکی‌پدیا همه جا هست. یه سه سود میتونیم برین در بریم ولی به همون ویکی‌پدیا همکارا که همش مثلا یه خانم 40 سال سر کار ما بود رفت واکسن کوزاز زد گفت من زیر 25 سالم. کوزاز زد واقعا؟ نه فلج اطفال درسته ولی میدونی چیه بعدیش اینه که محدودیت من از 25 سالگی که با نیما زندگی میکنم برای هر چیزی بعد محدودیت داشتم و توضیح میدادم حتی در اون 25 سالگی کوله میگرفتم گفتم تو دیگه برو نه من فلان تو ولی تو همین سیستم تلویزیون ما سالهای ساله نه به جسته نه به قیافه نمیخورد بچه هایی رو گذاشتن که سنشون از منم بیشتر بوده. خب باید قبول میکنی من مثلا خب اینجور چیزا رو قبول میکنم. خب بماره جان چی کار کنی وقتی خودت مسئول زندگی هستی؟ منم بودم سرپرست خانواده هستی؟ من خودم هم نقش مادر خیلی بازی کردم. مادر آره عزیزم. یعنی چند بار نقش مادر بازی کردم. من حالا خیلی حساسیت یعنی دیگه اصلا عبور کردم یعنی فکر کنم اون جوری که باید بگی حساسیت ندارم. تو وقتی رسیدی مثلا توی سن 45 50 47 اینا بگو حساسیت ندارم. الان من در سن 18 سالگی من حساسیتی مثل این ندارم. خب تو نه خب وقتی هم من 18 سالمونه چرا بعد الان چند ساله تو خواهشم نمیگم بابا دوستان چه حرکت زشتیه خب مال چهار تا آدم نشستیم اینجا همین که منو دعوا میکنه همین که منو دعوا میکنه این خودش بده جان من نمیخوام این بد نیست که بهش از محترمانه ازش میپرسم چند ساله دیگه الان میزنه ولی وقتی بهش میگم ناراحت مرحله بعدی میزنه ولی من راحت و آسوده تو همه مصاحبه هام تو تمام برنامه های زنده تلویزیون میگن چند ساله ده میگم بنده متولد 1329 آذر 1326 سنم به خودم نمیخوره. شناسنامه شو کم گرفتم. شما سگ داری؟ صداش آره برای همسایه است. ولی گرسنه است این گاتفلی نه اون ماشاءالله خیلی سیرش از بیشتر از غذا رو ببرین براش اگه سگ شما سگ گربایی بیرون خیلی خوبه بهشون غذا شما موافقین با حیوان خونگی یا نه
نه ببین، من شخصا باز من همیشه میگم شخصا، یعنی فقط مربوط به خودمه، برای حیوان رو توی خونه دوست ندارم. دوست دارم مثلا اگه حیات داشتم و اینا بیرون توی خونه خودش من بودم. همیشه سالیان سال داشتم، یعنی از بچگی یه عالم حیوانای مختلف داشتم. پس ربطی به این نداره که مثلا چون بچه دار نشده، یعنی از بچگی اینو دوست داشته. آره، ولی نکته ای که هست اینه که بعد که مثلا با همسرم ازدواج کردم که اون دوست نداره حیوان خونگی و بعدم خیلی چون زیادی مثلا میگه که بعد بهش برسه مسئولیت داره و واقعا ما خونه نیستیم سخت بود. واقعا خونه ای که حیوان خونه که توش نیست تمیزتر میمونی. من دوست دارم قربونت برم، خیلی دو... البته باید به قول فلور تو خونه دوست ندارم. آره، من خونه بزرگ باشه، حیات باشه، حیات داشته باشه، جایی براش در نظر بگیری. واقعا حیوان، ولی وابستگی به حیوان خیلی اذیت کننده است. اگر خدای نکرد یه اتفاقی بیفته من خیلی عذاب میکشم. من حتی احساس مسئولیتش هم زیاده، چون واقعا زبون ندارم. من 16 تا فنج داشتم و این فنج ها تو خونه آزاد بودن. باورت میشه صبح به صبح میمدن رو لوسر اتاق خواب من میشدن شروع میکردن. شقای فرهانی هم داشت، عاشق فنج. یه روز یکیشون فوت شد، من رفتم اداره، سه روز تموم سرم رو میز بود گریه میکردم. همه جرأت هم نمیکردم بیان بگن چی شده، مادرت مرده، پدرت مرده، کی مرده، جرأت نمیکردن. یه روز یکی از این مهندسای داره من گفت خانم نمجر جسارتا میتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده؟ شما سه روزه دارین گریه میکنین. زدم زیر گریه، گفتم یکی از پنجام مرده. گفت ای بابا خانم، من فکر کردم خواهری برادری کسی. دوست دارم، واقعا دوست دارم حیوان خونه. وابستگیش هم خیلی زیاده، خیلی چون مظلومن، زبون ندارن. آه. که مرسی. حالا من یه چیزی هم، من بعد از اینکه تو بچگی پرنده نوکم زده بود خیلی فوبیای پرنده داشتم. خیلی کوچیک بودم، مامانم چند تا از این جوجه ماشینی ها گرفت آورد خونه و فرداش همه اینا مردن. یه گوشه گذاشتم. خیلی گریه کردم. دوباره فرداش رفت چند تا گرفت و باز اونا رفتن و یک دونش که مقدار بود. مثلا جستش از اینا بزرگتر بود زنده موند. حالا فکر کنید تو آپارتمان. این هی موند بزرگ 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 خروس شد. خروس. اسمش هم یونانی بود. یعنی دقیقا این سیگم انقدری. بعد من تا حالا ندیدم دیگه مثلا کسی وابسته به خروس انقدر، حتی همین خروس، اینو جدی میگم، حتی پرنده ها انقدر عواطفشون عجیبه، حس میکنن، میفهمن و افسرده میشن، نیاز به بازی دارن، نیاز به خیلی از اتفاقات دارن. منم همین شد. یونانی که مرد چه بسش یونانی بود، همین توپل سفید و عجیب غریب بود، کلا عادت داره غذاشم دقیقه. یونانی هم که مرد من سه ماه مشکی پوشیده بودم، انقدر گریه کردم، انقدر گریه کردم. چند سالت بود؟ بکنم مثلا 10 سالمه. خب بریزم یه چای دیگه برای نه. ببین این چایی رو باید بریزم رو بستنیمون بخوریم. نه من جدا ریختم، گفتم شاید دوست داشته باشیم بستنی نخوریم، باقلوا بخوریم. اصلا این دست نمک ندارم عزیزم، هر بر بخ... نه بسیار خوشمزه. خلاصه کلیت این حرف این بودش که خوبه که پرنده ها رو یا مثلا اون موجودای سریشون که البته لوکس هم یه جورایی میشه گفت، یا مثلا تزیینی هم که میشه توی خونه نگه داشت ولی باز هم شرایط خاص خودش رو میخواد، البته بهتره که توی طبیعت باشن. اونایی دیگه هم که حقشون تو خونه میمونه جغ، اگر که شرایطش مناسب باشه، اینا تو طبیعت باشن، وقت چجوری حیات باشه، از کجا میارن چی میخورن؟ مال طبیعت هم اینا. خب طبیعت برش داره. اصلا من طبیعت حیات من جا خیلی خیلی اینایی که تو طبیعت هم چی میخورن؟ این حیوانایی که تو طبیعت هم باز خونگی هستن بالاخره یه چیزی بخور. نه به هر حال این ذات طبیعتشونه، بلدن. آخ چی میخورن؟ از کجا؟ بالاخره میرن کر میدونم. آره. موش. شکار بکنن. پرنده چی میخوره؟ بستگی داره که شکاری باشه یا نه. دونه میخورن بعضی هاشون، تخمه میخورن، گندم، ارزن. منم موهیتو میخورم. موهیتو؟ چرا اونجوری گفتی؟ من یه بار گفتم دوباره آها موهیتو میخواستی من نشنیدم. آره بکنم احساس کنم مورد بیمهی خیلی دوست داری برد بیارم. من عالیم هیچ. شما چی خواهم؟ من از این مورد خوش آمده. دو تا توتی مونده، دو تا توتی، خیلی بزرگ. یه جغ داره مال خودشه، تاج داشت رو سرش، دورنا. دورنا 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 خیلی خوشگل بود. از باغ وحش آورده بود، از پارک پرندگان کرایه کردی؟ نه
خودشون به صورت رایگان اتفاقا این کار کردن. یعنی هر کی بخواد میره پارک پرندگان. نه دیگه ایشون چون هنرمنده با در واقع با هدف این که آره مرد هر کی نه منو که کار نداشتم دیدم سه تا بانوی هنرمند هستن که هر کدومشون میتونن واقعا تریبونی باشن که بگیم چیکار کنن در تو پرنده و مردم. اگر که حیوان آزاری نکنیم، اگر که پرنده دیدیم که آسیب دیده میتونیم به محیط زیست یا به پارک پرندگان زنگ بزنیم، میان تحویل میگیرن، میبرن، مداوا میکنن. اگر که بشه نه منظورم اینه که خودت رفتی گفتی که من میخوام اینا رو برام اجازه دادن. با یه کسی اومدن، نه که مواظب حیونا باشه. بله دکترش. این آدرس این کجاست؟ من یه فردا این کفتر بگیرم. کفتر میخوام. چهار تا کفتر بگیرم بیارم ببینم در موردش بشینم صحبت کنم. چرا؟ چه صحبتی مثلا؟ چرا نداره؟ آها برای برنامه جمعه. بله میخوام در مورد کفتر صحبت کنم. میشه مار بیاری؟ نه مار دوست ندارم. کبوتر شما بیشتر از مار متنفرم. کبوتر با کبوتر باز با باز. خب بچه خبر خوب براتون دارم. شما که رفتیم برنامه هر جمع پایدار قراره که همین جمع مافیای آقای عبدالله دعوت شد. چقدر خوب دیدن خیلی ما خوبیم. از خودت میگی؟ آره. بذار دلش خوش باشه چیزی بگی. زشته این چبی کارهایی که با خودش کردم ماما گذنگ میزنن سر کار فلانی دعوت شدی. مثل شام ایرانی نیست. با زره بپوشین بریم. زره میپوشین. من دیگه حوصله کار سخت ندارم دیگه چون. از همین کارا باشه بخوریم و بشینیم حال بگیریم. جایزه بگیریم و هر شب هم خونه یکی باشیم چه؟ این خوبه. بریم نونده هاتون رو بدیم بریم خونه هامون دیگه فرمی کنم خونه خودت رو خواب میریم چی گذاشتیم؟ روزه عزیزم روزه روز اجا رو ترسیدی از اینجا افتاد من رو ترسیدم که موله که افتاده دید کردم یه پروانه این چیزی اومد سراغ من امشبم تموم شد با همه سختیاش ولی شب خیلی عالی بود برای من تجربه خیلی 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 خوبی شد و توی خاطرم تا همیشه ثبت میشه اصلا مهم نیست که به من چه امتیازی بدین واقعا امشب نمیتونم خیلی نمره زیادی بدم بازم مهم نیست سه نمره به خاطر اخلاق خیلی خیلی خوبشو بهشون میدم واقعا شهرزاد خیلی زحمت کشید دختر خیلی خوبیه مهمان نوازیش عالی بود من به شخص جدا از مزه غذا شیوه پذیرایی برام خیلی مهمه یعنی اصلا نه به معنی لوکس بودم ولی به معنی سلیقه فکر میکنم در حد شهرزاد کمال‌زاده در حد بضاعت خودم سعی کردم که شب خوبی براشون رقم بخوره همونجور که گفتم من کلا نمیتونم دروغ بگم تو جلو روی خود شهرزادم گفتم اون دلمه خیلی شور بود تحچینشون رو خیلی دوست داشتم اون برنجی که به صورت دمی درست شده بود و گوشت خیلی خوشمزه‌ای بود و مرغ خیلی خوشمزه‌ای هم درست کرده بودن دو نمره برای اون بهشون میدم من پله مخلوطشون رو دوست داشتم و قالی پلشون رو دوست داشتم ولی تحچینشون اصلا نتونستم صفر بود گوشتشون یه بوی خاصی داشت که من نخوردم یعنی ادویه ها رو شاید خیلی استفاده نکردم اون غذا با مرغ اون نمیدونم تحچین مرغ که خیلی دوست داشتم یه پلویی هم بود با مرغ که باز خوردم خیلی هم خوشمزه بود همین چیش عالی بود دلمه کلمش دلمه برگ موشون که خیلی ترش بود ده فقط به خاطر اینکه خودم میدونم که خیلی زحمت کشیدم و باختنم هم مهم نیست چون فکر میکنم که پیش خودم یک آزمونی دادم که پیش خودم برندم و همین برام کافیه حالا من دوست دارم با توجه به همه این چیزا و اینکه خیلی خیلی هم دستش درد نکنه این نمره رو بهش بدم امیدوارم که راضی باشه پنج نمره اونجا دادم سه نمره هم اینجا میدم و شماره 8 رو بهشون میدم من بهش یه نمره بالاتر از اون چیزی که خودم میخواستم میدم و امیدوارم حمله بر بدجنسی من نشه
اینم که کم کردم دو نمره یا یک نمره ازت کم کردم صرفاً به خاطر دلمه بادمجونت بود که نمک و سرازیر کرده بودی تو این بادمجونه. تازه من میخوام از فردا امتیازا رو فردا بدم. به من نمره کم میدین و اون پشت پشتم میشنیدم صدای تک تکتونو. برای تلاشش و جوونی دوست داشتنیش 10 میدم به شهرزاد. به من نمره کم میدین و اون پشت داشتم میشنیدم صدای تک تکتونو. شما تشییع جنازه منو ندیدی؟ این عکسش من تمامی بود. آره من شنیدم او مراسم و تشکیلات، منم برشم زیرش نوشتم خیلی متشکرم از این همه سلیقه، از این همه عشق و مهربانی، ولی خواهش میکنم یه شماره حساب میدم، سوم و هفته و چله رو بریزیم به حساب خودم. چون من زنده هم. ببین آتیشی میکشم که یعنی تخم چشت درد. من فردا یه دیگه سر یه کار دیگه آفیش همو. بچه ها. بارو. بگم یاد بگیرم. من سر یه کار دیگه. نکن بابا. امیر خسرو کجایی که باورت رو کشته؟ ای جونم، ما نگفتیم سیبیل پنبه، گفتیم سیبیل آتشی. حالا جدیه که دیگه یه دونه همینجوری بازی کنیم. یه دونه بازی کنیم. چیز هم دارم آیا قلد و قلد. بابا عزیزم، این بازی که آوردید گذاشتی جلو ماها، این مالی بچه های در کلاس اول در بیشتر. من روی سنی زیر الف. نه بعدش هم واقعا مثلا اگه من با خواهر زادم بگم بیای همچی بازی نمیاد؟ نه نمیاد، بعد تعجب میکنه. شما چیزی میل نداری؟ نمیخوری؟ ای خوشی شما خوابیدی؟ الو؟ الو؟